خودت را بشناس چرا برای اینکه تا خودتون رو نشناسید به خودباوری نمی رسید صبح بالنده با شما بخیر با بحث خودباوری در خدمت شما هستیم وقتی سقراط گفت خودت را بشناس این خودشناسی ارزشش در اون زمان بسیار بالا بود اما الان وقتی که بررسی میکنن میبینن که ارزش خودشناسی کمتر از اون زمان یعنی هزاران سال پیش که مطرح شد همچنان اهمیت خودشو داره و کمتر از اون زمان نیست چرا؟ به خاطر اینکه تا زمانی که شما خودتون رو نشناسید هرگز به خودباوری دست پیدا نخواهید کرد بنابراین ما یه مقدمه یه کوتاه میگیم یه ذره ممکنه احساس کنید بحث سنگینه اما خیلی کمکتون میکنه دلم میخواد گوش جان بسپرید و قشنگ بحث رو بگیرید برای اینکه تو بحث خودشناسی اشتباهات زیادی میشه و اون تصویر خوبی که باید ما بگیریم بعضا گیجمون میکنه و نمیتونیم اون تصویر رو به دست بیاریم که به هر حال خودشناسی چطوری باید انجام بشه و ما چطوری باید خودمون رو بشناسیم در وحلی اول بد نیست که شما سه تجربه حسی رو بدونید که روانشناس معرفی میکنن یعنی ما سه خود داریم سه نوع من داریم خود داریم یک خود به عنوان محتوا. افرادی که در خود به عنوان محتوا خودشناسی ضعیفی دارن زوم میکنن تو بخشای کوچکی از شخصیتشون وجودشون خود به عنوان محتوا یعنی چی وقتی که شما میگید که من آدم باهوشیم من آدم زرنگیم مثلا حامد نامی میگه که من حامد به فرض مثلا حامدی 28 ساله هستم حساب دارم ایرانیم. مسلمانم مسلمانم، داره خودشو معرفی میکنه همسر دارم دو تا فرزند دارم و شروع میکنه معرفی کردن خودش شما میبینید تمام این چیزهایی که داره راجع به خودش میگه اینها در واقع کلامی محتواییه که داره به خودش نسبت میده در واقع یه جورایی بازی با کلامه حساب دارم باهوشم خب وقتی شما میگی باهوشی اگر بریم مثلا یا مثلا اینجوری میگه من نسبت به همکارانم باهوشترم اشکالی نداره که ما اینجوری خودمون رو معرفی کنیم بگیم من باهوشم من مهربونم من شجاعم من زرنگم من آدم فهمیده‌ای هستم من عصبانیم خشنم هیچ اشکالی نداره اما اشکالی که روانشناسان میگن ممکنه که یقه شما رو بگیره و دوچار اختلالات روانی و مشکلات روحی بکنه شما رو اینه که شما بیایید حالت همآمیزی و همجوشی پیدا کنید با این خود یعنی فکر کنید که این آدم باهوشه دقیقا شما هستی یعنی شما اون ای، شما اون حسابداری ای. نه اینطوری نیست در واقع حسابداری یکی از چیزهایی که بر شما آرس شده اگر فردا شغل تو عوض کردی چی تغییر ایجاد شد اگه رفتی توی کارکنانی اداره کار کردی که اونها از تو باهوشتر بودن حالا میخوای بگی من باهوش نیستم خب،, خب اینجا ببینید خودت یکی گرفتی اون چیزی که تمام تلاشمه تو این بحث خود به عنوان محتوا بگم این که خودتون رو با این کلمات با این تعاریف یکی نگیرید من مادر بدی هستم من پدر بدی هستم اشکالی نداره شما بگی من آدم من آدم بدی هستم یا پدر بدی هستم موضوع اینجاست که شما خودتو با اون یکی بگیری در حالی که شما مجموعه ای از ویژگی های مختلف هستی نه فقط اون یه دونه خب پس این میشه خود به عنوان محتوا دوم خود به عنوان فرایند خود به عنوان فرایند یا خداگاهی مداوم تو این حالت شما میگی مثلا من خستم من احساس افسردگی می کنم من دارم غذا خورم دارم میام دارم فیلم نگاه می کنم این یک فراینده آیا شما آگاه هستی از احساستون لحظه یا نه اگر آگاهی اینجا به یک خودشناسی بهتر دست پیدا کرد که تکالیفی که ما میدادیم به شما میگفتیم که هر روز احساساتش... احساساتتون رو یا هر شب بشینید بنویسید و بعد شب بعدش تحلیل کنید این خدا آگاهی شما رو خودشناسی در فرا... در واقع خودشناسی رو به عنوان فرایند افزایش میده شما به یه خودشناسی بالاتری دست پیدا میکنید سوم خود به عنوان زمینه به عنوان چشمندازه یعنی اینکه که شما نظارگر و تولید کننده اون افکار و اون احساسات هستید ببینید وقتی که من میگم که من فکر میکنم افسردم اینجا درست دارم حرف میزنم اما وقتی میگم من افسردم اونجا همجوشی همامیزیست رخ میده یعنی شما اون فرد افسرده هستی اما وقتی من میگم من فکر میکنم افسردم یعنی من با اون افسردگی متفاوتم من تولید کننده اون فکرم تولید کننده اون احساسم اینجا میشید خود به عنوان زمینه یعنی چی؟ یعنی شمایی که الان داری این برنامه رو نگاه میکنی همونی هستی که روز اول متولد شدی همونی هستی که در دو سالگی بودی در 15 سالگی بودی و الان در این سن قرار داری پس این ثابته پس شما یک من ثابت داری یه خود ثابت داری مثال آسمان آبی و نیلگون و گسترده رو در نظر بگیرید به عنوان اون خود به عنوان اون چشم انداز ابرها شهاب سنگ ها ها همه اینها میشن چی میشن در واقع اه خود به عنوان محتوا یعنی افکار شما احساسات شما این که من فکر می کنم افسردم فکر می کنم خستم اینا میشن اون ابرهای گذرا که بعضی از ابرها ممکنه تیره و سیاه باشن بعضی ممکنه سفید باشن بعضی باران آور باشن بعضی ها خوش باشن یعنی گاهی اوقات شما ممکنه افسرده باشی گاهی حالت بد باشه گاه خوب باشه پس انواع خود رو ما داریم سن و خود رو داریم تلاشی که ما روانشناسا می اینه که شما خودتون رو سعی کنید در وحلی اول به عنوان زمینه ببینید و دوم اگر خودتون رو به عنوان محتوا میبینید هم آمیزی هم جوشی ایجاد نشه مثل دو تا آهنی که جوش میدن به هم بعد این دو تا انگار یکی میشه در حالی که دوتا دو تا هستن نه شما به اون افکار با اون احساسات فرق میکنید پس خودتون رو به عنوان ناظر اون افکار و احساسات ببینید یک ناظر دریادل در برابر اون افکار و اون احساسات پس وقتی خسته اید ناراحتید اون غمگینی رو تماشا میکنید ناظرید اینطوری به یک خودشناسی نسبتا خوبی دست پیدا میکنید خودتون رو میشناسید دیگه سر هر چیزی همجوشی همامیزی ایجاد نمیکنید من مصربم، من استراب من... نه اونها تو... تولید شماست شما تولید کردی اینها رو دیدید که خیلی تو این چیزا مینیسن نمیدونم اگر افکار مثبت داشته باشی افکار منفی نه اینها همه داستانه افکار مثبت جای خودش همون ابرهایی هستن که میان میرن افکار منفی هم جای خودش مثبت منفی همه محترمن اونها تولیدات ما هستن ما نظارگر اونها هستیم پس برای اینکه به خود باوری برسیم چی کار بکنیم جمع و جورش کنیم برای اینکه به خود باوری برسیم یک بشینید تمام توانایی های خودتون رو مینویسید. خود به عنوان زمینه خود به عنوان چشمنداز نگاه میکنید توانایی هاتون ها. هر چی توانایی دارید بریزید رو کاغذ حتی مثلا شما میتونید یه سوزن نخ کنی، میتونی یه اوملت درست کنی، یه غذای ساده بپزی، ماکارونی درست کنی، باشه. اینا رو میبینی منظورم اینه، نمیخوام بگم حالا سوزن نخ کردن و اینا توانایی هست نیست. نه، منظورم اینه، منظورم اینه که چیزی از قلم نیفته. هر چی که در چنتته، در توانات، همه رو رو کاغذ بنویس، لیست کن 50 تا، 60 تا، 1000 تا، 500 تا هر چقدر میتونی بنویس. من میتونم زبان انگلیسی حرف بزنم، بنویسم بشنوم تو اینها قوی هستم زبان اسپانیایی میگم مثلا بلدم نقاشی تو این نقاشی فلان سبک و واردم در فیلم برداری در عکاسی در خوانندگی تمام توانایی ها تو همه رو بریز بیرون بنویس توانایی های علمی توانایی های هنری ورزشی حتی اجتماعی مثلا من میتونم خوب آشتی بدم دیگران و به هر حال هر چی توانایی داری همه رو بریز رو کاغذ برو سراغ اونهایی که یه مدت یعنی مدت کار کردی رها کردی یعنی حق تقدم با ترهای نیمه تمامته که رها کردی وسط زندگیت وسط کار میری اونها رو کامل میکنی و به کمتر از اون چیزی که میتونی بشی قانع نخواهی شد عهد و پیمان ببندید با خودتون من به کمتر از اون چیزی که میتونم بشم قانع نخواهم شد دوم فهرست تمام صفات تو بنویس هر چی صفت داری برای هر کدوم یه مثال بزن خب حتی بده دوستات پدر بزرگ مادر بزرگ پسر خاله عمو بگو من یه برنامه‌ای دارم نگاه می‌کنم یا یه کلاسی کلاس دیالو آموزشی داره می‌بینیم یه کلاسی حالا آنلاینه شما می‌بینید میگید که به من تکلیف دادن مأمورم و معذور صفات سه تا از صفات خوب منو بنویسید صفاتتون رو بنویسن بهتون بدن اینها رو هر روز بخونید توانایی هاتون رو کار بکنید اون طرحای نیمه تماتون کنید کار کردن می‌بینید که اون خودباوری شما چقدر افزایش پیدا میکنه چقدر احساس لیاقت مفید بودن و خودباوری در شما تقویت میشه انشالله که همه ای ما به اون خودباوری کامل برسیم روزی خوش سرشار از عشق و انرژی و امید در انتظارتون خدا نگهدار آقا سنگین بود ولی خب رها کن زندگی کن امروزو مشاوره خانواده و روانشناسی این برگزار می کند. دوره انسان آرام این دوره بر مبنای تطبیق تئوری موج سوم، اکت، تکنیک ای و آرایش روانی برگزار خواهد شد. دوره شخصیت شناسی، خودشناسی و دگرشناسی دوره ی زن کامل، متعادل و جذاب دوره ی نوجوان تمانگر دوره بهبود و غنیسازی روابط زوجین، بازگشت به عشق